من فریبرز اوصافی هستم و در قربه سنندج به دنیا آمدم داستان بهایی بودن ما در اونجا من نمیدونستم گفتن چی هست از همون دوران که برمیگرده به زمان تقریبا چهل سال پیش هم معلم ها کاری میکردن که از همون موقع ما اعتماد به نفسمون از بین بره و ما حالت تو سری خوردن رو در اونجا آموختیم که باید از دوستامون دور بشیم دوستای نزدیکی که داشتیم با هم تو بازی میکردیم در زمان بچه که تو مدرسه کلاس اول دوم یا کلاس سوم معلم در دینی ما میگفتش که اونایی که مسلمون نیستن بلندشن این تفاوت خیلی کوبنده بود برای زمانی که من با دوستان بودیم اونا با من بودن و اونا بعد متوجه میشنن که نه این مثل این که آدم های سال مثلا های سالمی نیستن و کسیفن و نجس هستن و اینا اینا رو میشنیدن که میگن خدا مگه میشه ما نجس باشیم این حالا تو ذهن منم میومد خب تو خونه با به در که صحبت میکردم کردم راجع خب بیشتر به ما انرژی میدادن نیرو میدادن نگران نباشین از اون موقع شروع شد تا اینکه چند سال تقریبا 1345 مخالفین قبل از این, این نه نه ق... قبل از قبل از انقلاب بله زمان شاه داروخونه شاه بله داروخونه بابا رو در شهرستان قربه سنندج بود آتیش زدن تنها نه یک مشخص نشد کیه ولی میدونستیم از افرادی که مخالف دیانت بای هستن و متاسفانه تمام درآمد ما از این داروخونه بود برای دو تا خونه باده پدر و عمو و یه دو سال خیلی سختی کشیدیم تا اینکه بالاخره باز هم دوستان دیگه ای کمک کردن و باز هم به سر جاش اومد میریم به زمان انقلاب انقلاب که شد شما چند سال زمان انقلاب؟ من 1358 میشد تقریبا 18 سالم بود تقریبا بله 17, 17 سالم بود اون سال آخر دبیرستان بودم و من رفتیم قبل از, قبل از اون رفتم کلاس دوره دانشسرای راهنمایی رو را گرفته بودم که انقلاب دوره راهنمایی چیز بودم دانشسرای راهنمایی که اونجا, را گرفت اونجا را قبول شدم و من معلم شدم در شهری به نام دیوان دره که نزدیک سنندج بود در اونجا انقلاب که شد ما رو از کار اخراج کردن و من دوباره به خونه پدری برگشتم یعنی نتیجه این همه زحمات شد هیچ باهای بودن بله بله به خاطر باهای بودن اخراج شدیم بله من و خواهر بزرگم که شو کلاسی درس من علوم تجربی چه، 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 چه. کلاسای راهنمایی رو را درس را را بله را بله را بعد یه روز من با یکی از دوستام از سنندج به طرف قروه داشتیم با یه ماشین میرفتیم که ما رو نگه داشتن و ما رو توی فرودگاه زندان فرودگاه گذاشتن برای دو شب با شکنجه های روحی که مثلا میگفتن خرخالی الان میاد الان خرخالی میاد و ما هم ترس ما رو گرفت خدای من مثلا به خاطر باهایی بودن و تا اینکه تو تشکیلات هم بودید یا نه؟ نه نه تشکیلات نبودیم میدونستن بود بله بله در اونجا به طرز من شب دوم البته از پشت بسته بودن من رو به دست دوستم بسته بودن از پشت به طرز معجز آسایی و جا بود زندان بغلی هم یه در گرفته بودن برای ما جدا گذاشته بودن به طرز معجزه آسایی ما نجات پیدا کردیم اینا که تو صورتشون میبندن چشماشون فقط معلومه از اینا که من یه بار دستشویی زدن من بریم من برم این دوست یه نفر من نگاه کرد نمیدونم این کی بود که منو شناخت یا هم کلاس بچگی بودم گفتش که شما سوار ماشین شیم بریم با کمال عجیبی گفتم اینا دارن از احتمالاً به ما میخوان شلیک کنن احتمالاً ما سوار ماشین شدیم و اومدیم و رد شدیم فرداش یا پس فرداش سی و دو نفری که بغل دست بودن رو اعدام کردن که همین ادامه که تو روزنامه هم دیدین سی و دو نفر در سندش خرخالی خال چیز کرد اون گروهی بودن که ما اونا رو دیدیم پیش اونا بودیم و زمانی که یه دارو باباتی که تموم شده بود یعنی موضوع آتیش سوزی که تموم شد یا داروخونی دوباره درست شد ولی بعد از اون مجوز رو از با پدر گرفتن و فقط پدر میتونست دوازم بهداشتی بفروشه که من اون اه... یه مقداری سختی ها که داروخانه داشتن میبستن نمیذاشتن دیگه کاری بکنیم من و سه تا بچم تصمیم گرفتیم با خانمم از طریق پاکستان بیایم بیرون که متاسفانه در قاچاقی بله از لابلای کوها و بعد بچه تو دوش من سینهخیز باد می رفتیم شب چندین شب که باد رد می شدیم از اون مرز که متاسفانه ما رو در پاکستان گرفتن دولت پاکستان ما رو گرفت که ما رو برگردونه به ازای نمیم گزارش داده بودن چی بودن؟ به ازای نمیم چی ما رو نگهتن شیش ما در اونجا موندیم در زندان پاکستان خانوادگی؟ خانوادگی بله خانوادگی در اونجا موندیم و بعد از اون ما آزاد شدیم چون پاکستان بود دیگه کمک کردن از طرف یونیون بود از طرف چی بود اومد یو بود یونیسف اومدن ما رو نجات دادن ما رفتیم به اون بالاخره اومدیم به آمریکا رسیدیم وقتی ام که اومدید بیرون یعنی تقاضای پاسپورت اصلا نکردید یا اجازه خروج نداشتیم که ما در فرار کردیم در رفتیم خیلی سخت هم بود با میدیدیم رابطه, می رابطه می با سه تا بچه مشکلات و خیلی از یه خیلی زیادی دیدیم در این مسیر با سه تا بچه کوچیک و اموال این رو کاری نگرفتن دیگه رو نه داروخانه نگرفتن دارخونه نمیدونم سر جاش هست احتمالا ولی خب تنها چیزی که منو خیلی ضربه میزد همون زمانی بود که اخراج از مدرسه از اونجا تدریس تدریسم بود